229 فوت در یک روز و 3589 بستری در بخش مراقبت‌های ویژه. رکورد‌های جدید ابتلا و فوت در آمار قطره‌چکانی وزارت بهداشت رژیم. 25 استان در وضعیت قرمز و هشدار. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2625 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1977 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3589 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 14634 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 278827 نفر هستند. استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند مازندران، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، البرز، خوزستان، لرستان، گلستان، کرمان، زنجان و ایلام. استان‌هایی در وضعیت هشدار تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، استان مرکزی، خراسان شمالی، همدان، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و کهکیلویه و بویراحمد. اعتراف روحانی به رقم 25 میلیون مبتلا به کرونا و سراسیمگی سرکردگان حکومت آخوندی به خاطر فضیحت آمار تقلبی و پنهانکاری های مجرمانه در کرونا ولایت. معاون وزیر بهداشت رژیم میگویند 25 میلیون تا حالا گرفتند، پس باید 3 میلیون بستری می شدند. کل تخت های بیمارستان ما حدود 110 هزار است، یعنی همه توی خیابان خوابیدن. آقای دکتر، گفته شده که احتمالاً تا الان 25 میلیون نفر ایرانی به کرونا مبتلا شدند. آیا این رقم درسته؟ الان در سطح دنیا اگر شما الان نگاه میکنید میگن که کل دنیا 14.7 میلیون یا 14.7 میلیون نفر درگیر شدن. بعد نمیتونیم بگیم که توی یک کشوری 25 میلیون درگیر شده، کل دنیا 14 میلیون و 700 هزار نفر درگیر شده. اگر 25 میلیون تا حالا درگیری تو کشور وجود داشته باشه، چقدر باید حالا بستری میداشتیم؟ 3 میلیون نفر بر اساس همون مطالعه. به آینده هم کار ندارم، به قبل که میگن 25 میلیون تا حالا گرفته شده، بنابراین بر اساس اون مطالعه تا الان میبایه 3 میلیون نفر بستری میشدن. خب ما کل تخت های بیمارستانمون حدود 110 هزار تاست. این معنیش اینه که یعنی همه تو خیابون خوابیدن. پس تأکید روی کدوم نکته است؟ که اشاره شده 25 میلیون نفر تا الان گرفتن. احتمالا مثلا در ماه های آینده 35 میلیون ایرانی دیگه هم کرونا میگیرن. میخوایم بریم تأکید روی چی بوده که چون این حالا بگیم یک مطالعه که تخمینی و حالا با اساسش میگین که سسته بیان شده. خب ببینید، این که بر اساس شما ببینید اگر یک بیس و یک پایه حالا مطالعاتی رو بخوای بیاری و تعمیم ریاضی بدی، این که بگیم خب بر اساس این فرضاً 25 میلیون تا الان گرفتن، در آینده ما 35 میلیون خواهد گرفت. اتفاقا این سوال خوبیه، ما می‌خوایم به چی برسیم کلا؟ قطعاً عادی سازی کرونا که نیست. خب انشالله که نیست.